کسی که در این کشور کمک دولتی میگیره، بنفیت میگیره، ولی یه پولی داره بعدن. شما میتونید برام مورگیج بگیرید. الان فرض بکنید که من یا آقا سعید عزیز میخوایم خونه بخریم. یک خانه رو باید ببینیم ما این خونه رو دوست داریم، قیمتش چنده. این پروسه رو برام توضیح بدین لطفاً که از کجا شروع میشه و چه چیزهایی شما از ما میخواید. سلام، خوش اومدید. آقا سلام ارادت. منطقتون چی اسمش؟ آکسبریج. پریمیوم مورگیج سرویس. وقتی مورگیج میگیری، یعنی اون پولو قرض میگیری که یک پراپرتی رو بخری، فکر کنم تا سالهای سال باید این پولو بدی، حداقل 25 سال. حداقل 25 سال. و اگر که همون اول کار یه مورگیج بروکر خوب داشته باشی، 25 سال راحتی. اگر نداشته باشی و مورگیج بدی با عجله بگیری، عملاً 25 سال استرس داری. اسم من احمد شعیب صابر است. بله. حدود 8 سال است من با این مسلک آشنا هستم. و حدود بیشتر از 5 سال میشه که شرکت خودمون و در خدماتی که ما دسترسی داریم شامل کامرشال مورگیج میشه، یعنی تجاری، رزیدنشال مورگیج، بای تو لت، بیلدینگ انشورنس، لایف انشورنس. این بخش ما صاحب امتیاز هستیم، یعنی لایسنس یا لیسانس داریم و دسترسی به تمام بانک های بریتانیا داریم. بسیار. شما بیشتر با چه بانک هایی کار میکنید؟ بانک های استریت، بانک های اسپشیالیست. درست. بانک هایی که مربوط به کامرشال میشه. بله. و همین بانک ها. خب. پس تا اینجا متوجه شدیم که وظیفه بانک اینه که شما یک مشتری رو به بانک معرفی میکنید. بله. میگید ما این آقا رو میشناسیم، همه چیش درست، آدم خوبیه. درست. کردیتش هم درسته، چون کردیت در بریتانیا و در غرب کلا خیلی مهمه. و بعد معرفی میکنید، بانک میگه من حاضرم تا 600 هزار پوند تا هر چیزی بر اساس اون کلکیولیشن یا محاسبات که میکنه به ایشون پول قرض بدم بره خونه بخره. اگر کسی کردیتش هم مشکل داشته باشه، تا اندازه یک دیفالت یا سی سی جی چیزی، باز هم ما بانک های اسپشیالیست داریم که مد نظر میگیرن. درست. یعنی سری بانک هستن مهربان ترن، میگن اشکال نداره اگر شما سی سی جی مثلا مال چی خورده، مثلا مال کاونتی کورت ججمنت، اگر رفته باشن به دادگاه، طور مثال یک پارکینگ تیکت گرفتن و پرداخت نکردن، کیس به محاکمه رفته، اونا یک تصمیم در غیابشون گرفتن. یعنی اگر که ماشین شما یه دونه تیکت بگیره یا جریمه بشه، احتمال داره که به شما هیچ بانکی دیگه وام نده. کمپانی شما چه تفاوتی داره با کمپانی خیلی مورگیج کمپانیز هستن؟ خب اولین تفاوت ما خیلی است که ما دسترسی به زبانهای داریم که بیشتر عزیزای ما راحت هستن با ما صحبت کنن. طور مثال زبان شیرینی فارسی. بله. زبان هندی، مثلا کارمند ما از هندوستان هستن، زبان پشتو که در افغانستان مطرح است، همچون زبان هایی هست که ما را متفاوت می سازن با شرکت های دیگه. الان فرض بکنید که من یا آقا سعید عزیز میخوایم خونه بخریم. درست. یک خانه رو باید ببینیم ما این خونه رو دوست داریم، قیمتش چنده. این پروسه رو برام توضیح بدین لطفا که از کجا شروع میشه و چه چیزهایی شما از ما میخواید. خب شما باید در قدم اول با ادوایزر یا با من یک نشست داشته باشین که من درآمد شما رو ببینم، پیش پرداخت شما رو ببینم که همش درست است. بله. بعدش من به شما میگم که به این اندازه وام شما از بانک گرفته میتونید. طور مثال 200 هزار 400 هزار چیزی که بله. بر اساس مزدها، بر اساس حقوقی که دریافت که دارین. بله. بعدش شما جمع هر اندازه وامی که شما دریافت میکنین، پیش پرداختتون اضافه میکنید. بله. این جمعاً قیمت خانه است که شما به اصطلاح میتونید که افورد کنید. بله. یا بله. از توانتون شد. بله. وقتی که این ارقام با من تصویب شد، فیصله شد، بعد شما میرین به من اندازه قیمت خانه رو شما با مارکت میبینید. بعد بریم خانه رو ببینیم یا بله. قبلش باید دیده باشیم اومده؟ نه باید ویوینگ بکنید. بعد از اینکه شما این کارو بله. شما بله. ما اینجا میگیم آفر کوالیفیکیشن. بله. آفر کوالیفیکیشن. وقتی که شما از طرف ما کوالیفای شدین، شما میرین خانه رو میبینین. بله. اگر خانه رو خوش کردین، بعد شما آفر میتین با استیت اجنسی. بله. درست؟ اونا از ما مدارک میخواین که اونا یک مدرکی از بنام مورگیج اند پرنسپل. مورگیج اند پرنسپل. بله. اون مدرک ما به شما فراهم میکنم، شما با اونا ارائه میکنین، آفر شما قبول میشه. وقتی که آفر قبول شد، بعدش ما درخواستی مورگیج شما رو به بانک میدیم. میگید همه مدارک کامل هست؟ بله. حدود 10 الی 15 روز میگیره که پروسسش یا طی مراحل شوه. بعدش شما مورگیج آفر میگیرید. بله. وقتی که مورگیج آفر گرفتین، کار از دست ما میره به دست سولیسیتر. اینجا بود که سعید جان پرسیدن، پس سولیسیتر
چی کار میکنه. همه این مراحل قبل از اینه که تو به سالیسیتر مراجعه کن، چون همه اینا هم کاست داره دیگه، هزینه داره. پس اشتباه نکنین دوستان برید سراغ سالیسیتر. اول باید بدونین پول، بازی پول دیگه در جهان. پول کجا وجود داره و بعد که پول مشخص شد شما میتونین این پولو پرداخت کنین، میرین به سالیسیتر. یعنی وکیل. وکیل مرتبط. وکیل به اصطلاح که مرتبط به پراپرتی یا مستقلات باشه. ملک. ملک. شما ریتتون در گوگل شنیدم خیلی خوب هست، 5 استار هست. بله آقا فضل خدا، ما ریتینگ ما به گوگل همش جنوین هست، اصلی بله. هست بله. یگان کسا میخرن از ما اونجوری نیست، شما اگر ببینین تفاوتش پیدا میکنین. بله. ما در منطقه اکسپریت تاپ هستیم. بله. و شکر ما خیلی مشتری های سلف رفرال میگیریم که از طریق دوستان معرفی میشن و همچنان از گوگل هم میگیریم. بسیار دیگه به اون خاطر کسایی که از طریق ما مارکت گرفتن اونا همشون مستقیم رفتن به گوگل ریتینگ دادن. اگر از مثلا کسی ریفر کنه شما اونو اسپیشال سرویس بهش میدین، کسی بوده قبلا کار کرده با شما میدین. بله حتما حتما. اگر از صفحه آقا سعید زندگی در لندن اومدن پس شما همین آفر بهشون بدید. حتما ما در خدمت هستیم. مرسی. بروکر کسی بوده در سابقه که فقط دو معامله را با هم وصل میکردن، ولی حالا در روزگار امروزی بله ادوایزر میگن. به خاطر از اینکه وقتی که ما به کسی فاینانشل ادوایز یا مورگیج ادوایز میدهیم یک مقدار مسئولیت هم داره. به این خاطر ما لایسنس داریم، اینشورنس داریم، همه چیز داریم. به این خاطر الان کلمه بروکر دور شده میره، ما به طرف ادوایزری میایم، چون هر کس نمیتونه که فاینانشل ادوایز بده. ببینید به بریتانیا 4-5 مسلکی هست که اونا regulated است. legal advice, financial advice, tax advice و medical advice. اینی 4-5 مسلکی است که به جمله professional میه. به این خاطر اینا لایسنس دارن. کسی دیگه نمیتونه همینجوری به شما بگه. نخیر نه، مردم عام نمیتونه. یک چیز متوجه باشین که یک نفری که عام است در استیت اجنسی چیش تا یک مسلک دیگه است، از اونا شما ادوایس نگیرین لطفا، چون اونا اتورایز نیستن که به شما ادوایس بدن. چه مدل مورگیج هایی هست؟ چون من مثلا هلپ تو بای، نمیدونم بای تو رنت، اینها هست. این مدل هم لطفا بفرمایید. بله ما یک نوع ادوایس، ببخشید، یک نوع مورگیج داریم که استاندارد پرچیس میگنش. فقط شما پیش پرداخت کنه با مورگیج یک جای میکنین، خانه عام میگیرین. درست است؟ ایره استاندارد پرچیس میگن یا فرست تایم بایر هم میگنش. درست؟ یکی رایت تو بای است که شما قبلا خانه کانسل دارین. از کانسل میخرین، کانسل به شما یک مقدار دیسکاونت میده و دیسکاونت شما به عنوان پیش پرداخت استفاده میتونه. این رایت تو بای است. بله. هلپ تو بای یک اسکیم دولتی بود که حالا ختم شده، به جایش یک اسکیم نو اومده. فرست هوم میگنش که اونقدر مشهور نیست، چون یک نوع مشکلات وجود داره. بله. که من بعدا میشه بازم برای مشتری ها صحبت کنم. و شیرد اونرشپ است، یک نوع مورگیج دیگه است که شما یک قسمت خانه رو میخرین، باقی شرین یا کراه میدین به اون کسی که از اونها میخرین. دیگه این چند نوع مورگیج است. باز جمع از این مورگیج بایتولت است، شما خانه رو مستقلن برای کرایه میخرید که ازش درآمد داشته باشه. بله. باز قانونن شما در اون خانه زندگی کردن نمیتونید. اگر خواستین زندگی کنین باید نوع مورگیجش دوباره عوض کنین به نوع فرست تایم بایر یا به نوع رزیدنشال مورگیج. بسیار عالی، توضیحات خوب و کامل. شاید عزیز چقدر پول داشته باشن پیش پرداخت میتونن خونه بخرن با این روش ها؟ بعضی میگن 5%، بعضی میگن 10%. 5%، 1%، 10% و بیشتر از اون. ولی معمولا 10% خیلی خوب است، چون ریت مورگیج برشون خوب تر. یعنی 500,000 پوند اگر قیمت خونه باشه 50,000 پوندش باید داشته باشه. 10% برای 10%. اگر خواستین به 5% هم برین چانس داریم. میشه 25. ما بانک های تعداد زیاد داریم که 5%. ولی اقساطش طولانی تر و بیشتر میشه، درسته؟ بله قیمتش. یه سوال دیگه اینجا، کسی که در این کشور کمک دولتی میگیره، بنفیت میگیره، ولی یه پولی داره به هر طریقی، نمیدونم حالا جمع کرده از ارسی آورده، آیا آنها شامل این میشن که اصلا کار نمیکنه؟ شما میتونید برای اونها مورگیج بگیرید؟ کار باید بکنن، حداقل پارت تایم. من یکم در این باره بیشتر صحبت میکنم. بعضی خانه ها هست در طرف صفحات شمال بریتانیا که قیمت خانه هست طور مثال 120,000. بله. شما اگر این خانه را به حساب رایت تو بای بگیرین، حدود 40%ش به شما دیسکاونت میه از طرف دولت. اوکی. شما میمانین به 80-70,000 مورگیج.
اگر شما از دولت یک مقدار سوسیال بگیرین یا یک مقدار عاید خود شما باشه، جمعاً همین مورگیج کاور میکنه شما. آها. میتونید پس قبول میکنن بنفیت آدم ها رو به عنوان مورگیج کاور. ولی اگر شما یک خانه رو در لندن میگیرین که قیمتش 500 هزار باشه، این کم خیلی کم از باید درست عاید خوب داشته باشه. درست. به این خاطر باید حتما پارتن کار کنن که اضافه بشه. در خانه ارزان یس، ولی در خانه قیمت خانه که الان ارزان نیست جای دیگه لندن خیلی شلوغ شده. آه مثلا شما اگر در لیدز برین، در شفیلد لیدز ساعت دور میشاره. سعید جان سوال دیگه داری شما؟ نه خیلی عالی. خب بعد یه چیز دیگه، اگر کسی بخواد چجوری با شما ارتباط بگیره؟ آیا شما ادوایس بهشون میدید؟ میتونن زنگ بزنن باهاتون صحبت کنن؟ چون در صفحه من خیلی احتمالاً این کارو. بله، یا من بزنس کارت رو به شما میدم. بله، به همون بزنس کارت شماره تلفن موبایل ما هست. بسیار. شماره دفتر ما هم هست. شما میتونید بدید. مرسی. و جواب میدید دیگه؟ حتما. یعنی اینجوری نیست که بگید که ما چارج میکنیم برای ادوایس؟ نه، به ادوایس ما چارج. ادوایس چارج میکنن، چون معمولا چارج میکنن. دوستان این تبلیغ نیست. ما با سعید جان چند روز بود صحبت میکردیم درباره اینکه خرید خانه و اینها چطور شد. از بس سوال میکنن از دوستان، از ما میخوایم خونه بخریم. گفتیم بریم به دوستی رو پیدا کنیم که هم فارسی زبان باشن و خوشبختانه بهترین رو پیدا کردیم. واقعا سلامت باشید. اومدیم از شمال لندن به منطقه آکسبریج که خیلی هم هوای خوبی، خیلی ویو قشنگی هم دارین شما اینجا. یعنی اصلا خیلی کم گیر میاد که آفیس ها اینجا اینجوری باشه. بله، و بسیار مهربان. و به زودی هم میخوام ببرمشون ایران زیبا رو ببینید. به هر حال خیلی خوشحال شدم. مرسی از توضیحات بسیار خوبتون و اینکه خوش اومدید. قربون شما. مرسی. امیدوارم بیشتر در جامعه پارسی زبان، من میگم پارسی زبان، آدم‌های موفقی مثل شعیب داشته باشید. شما چی اینجا استادی کردی؟ چی خوندی؟ من البته در رشته بانکداری لیسانس و ماستری داشتم. آفرین. از دانشگاه گرینویچ در سال‌های 2006 تا 2012 بعدش بعد چندین شرکت های تکس لا، شرکت های مورگیج. بله، کار کردم به عنوان کارگر یا به اصطلاح کارمند کار کردم. بله. تا یک مدت زمان رسید که من واجب لایسنس شدم، خواستم لایسنس بگیرم. همون زمانی بود که من از کارهایی که به عنوان کارمند بودم استفاده دادم، شرکت خود را تأسیس کردم و حدود بیشتر از 5 سال از شرکت خودم هست. پس همینجور تصادفی نیست یه نفر موفق میشه. واقعا اگر کار درست انجام بدی، درسش رو بخونی در دانشگاه گرینویچ که خیلی دانشگاه خوبی هست در لندن، و زحمت بکشی، بعد از مدتی میدونی که مطمئنن موفقیت جلوت هست. مرسی که کمک میکنید به دوستان عزیز فارسی زبان که بتونن صاحب خانه بشن بدون اینکه پولشون خورده بشه. خب کمتر این اتفاق میفته، چون اینجا همه چیز به هر حال قانونی هست. من از سعید عزیزم تشکر میکنم. سعید جان مرسی که امروز اومدی توی متشکرم. مرسی دوستان، مرسی که تا اینجای برنامه رو همراه ما بودید. مرسی از شعیب عزیز. شما هم اگر از این برنامه لذت بردید حتما لایک و سابسکرایب بکنید، حتما برای بقیه دوستان بفرستید. من مطمئنم که این ویدیو به درد خیلیا میخوره. اگر دوست داشته باشید که در مورد ملک اطلاعات بگیرید، اگر میخواهید خودتون رو محک بزنید که آیا میتونید ملک رو بخرید یا نه، حتما با شماره‌هایی که شعیب عزیز دادن و توی کپشن نوشته شده تماس بگیرید در ساعات اداری. بله، از 11 تا 7 شام. از 11 تا 7 بعد از ظهر. 7 11 صبح تا 7 شام، یعنی شب. شام. بله. میبینمتون. سایر ویدیو رو از دست ندید. See you next time.